با درود خدمت شما بزرگواران، ببخشید که با این خدمت شما هستم. سر فیلم برداری چشای ما رو برق زد و متاسفانه الان به نور حساسیت داریم و باید با عینک خدمت شما باشیم. پیشاپیش عذرخواهی ما رو پذیرا باشید. در مورد یک تحلیلی به عنوان اتمی کردن ایران توسط انگلستان و امریکا امروز خدمت شما هستم و همونطور که طی چندین سال گذشته خدمت شما عرض کردم، خیلی ها در امریکا و حتی اسرائیل به دنبال این موضوع هستند که ایران اتمی میتونه منافع غرب، انگلستان و امریکا رو در منطقه تامین کنه و میتونه ژئوپلیتیک منطقه و اون برصد بازی هایی که در منطقه هست رو تغییر و تحول بده. با تغییر نظام جمهوری اسلامی در آینده، هر نظامی که رأس کار بیاد به واسطه اکثریت مردمی که و هر حال نزدیک به تفکرات غربی هستن، با تغییر نظام جمهوری اسلامی به یک نظام ایرانی یا نظام سکولار و با ایجاد دو کشور اسرائیل و فلسطین، این مقوله باعث میشه که عملا جمهوری نوین در داخل ایران که گفتیم یکی از ابزارهای گلوبالیست ها در منطقه هست حفظ بشه. اگر برصد اخبار رو مرور کرده باشین، همیشه روسیه و چین مخالفان سرسخت اتمی شدن ایران هستند و حتی چندین بار مقامات روسیه گفتن ما سر اتمی شدن جمهوری اسلامی یا ایران از امریکا موازمون سخت‌تر هستش. ولی وقتی به بازی‌های منطقه‌ای نگاه می‌کنیم، ببینیم که گلوبالیست‌ها عملاً روسیه رو در راستای نظم نوین در باتلاق اوکراین انداختن. نگاه به این مجیزگویی های تاکر کلرسون و دیگر جنبش های افراطی نباشید، پوتین در داخل با مشکل مواجه شده. البته قبل این بازی هماهنگ بود، ولی خب عملا اقتصاد روسیه با مشکل مواجه شد. ولی خب این وسوسه که به حال پوتین که بهش گفته بودن ظرف کمتر از 2 هفته کیف رو میگیری، باعث شدش که این خطای استراتژیک رو بکنه و عملا ناتو رسید به مرزهای روسیه. یعنی در فنلاند وقتی که عضو ناتو شد، عملا در فنلاند تا سنت پترزبورگ کمتر از 100 کیلومتر است و این خطای استراتژیک رو در حق مردم روسیه انجام داد. از طرف دیگه یهودیان افراطی که مخالف اتمی شدن ایران هستند هم در باتلاق غزه گیر افتاد و داریم میبینیم با هزینه های مالی فراوان بر صورت نتانیاهو گریبانگیر هست و کابینه مستعصلش که به زودی فرو خواهد پاشید و با حمایتی که انگلستان و امریکا از ایجاد دو کشوری خواهند کرد، عملا نتانیاهو هم به پایان خودش نزدیک خواهد شد و آمدن ناوهای انگلستان و امریکا و ایتالیا و به هر حال اکثر کشورهای غربی به منطقه، حتی استرالیا، به خاطر این موضوع هستش که یک چتر حمایتی ایجاد کنن برای تغییر و تحولات در داخل ایران و بعد از این تغییر و تحولات میتوانن از این نیروی اتمی ایران، حالا چه به صورت اینکه حالا غرب در ظاهر مخالفت کنه و با درز در اطلاعات در رسانه ها اطلاعاتی از این قضیه بیرون بیاد که ایران اتمی شده، می توانن این رو به جهان بقبولونن که حالا یک نیروی اتمی هستش و ما دیگر نمی توانیم به ایران حمله کنیم، پس باید با ایران مذاکره کرد. و بازی های منطقه رو وقتی نگاه بکنیم، مخصوصا بعد از حمله موشکی به پاکستان، میشه به این نقطه رسید که اینها یک نشانه ای هستش در زبان دیپلماسی و قدرت که همه چیز در حال مهیا شدن است. همونطور که گفتیم حوثی ها دست پرورده گلوبالیسم جهانی هستند و بعد از روی کار اومدن بایدن، عملا به این گروه برصورت پاپتی که تقریبا طی 5 سال جنگ با برصورت ائتلاف عربستان و امارات تضعیف شده بودن و در طی این جنگ ائتلاف عربستان میتوانست این به برصورت حوثی ها را حذف کنه که با پیام هایی که از کاخ سفید دریافت کرد عملا از این کار منصرف شد، یک ابزار کنترلی هست برای یهودیان افراطی. داریم میبینیم هم در حال حاضر نه ویدیویی از این حملات منتشر میشه و امریکا داره با اینها بازی میکنه. هر زمانی که دولت نتانیاهو پذیرفت دو کشوری رو که در آستانه پذیرشش هست و به حال معضلات حزب الله هم حل شد و با حمله احتمالی
اسرائیل به لبنان که میتونه یک دستاوردی برای کنار رفتن نتانیاهو از صحنه قدرت باشه، باعث خواهد شدش بعد از اون حوثی ها هم حذف شن. الان حوثی ها بیشتر در حال حفاظت کردن از منافع حزب الله هستند تا منافع جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی طی تقریبا 7 اکتبر تا به امروز نشان دادش که عملا محور مقاومت خودش رو که ساخته داره قربانی میکنه و با کشته شدن عوامل مهم مثل سید رضیب، عوامل اطلاعاتی در سوریه، در عراق و در لبنان، نشان دادش که جمهوری اسلامی سکوت اختیار کرده و برای بقای خودش و تغییر ماهیت نظام داره این ارکان رو به غرب میفروشه و عملا داره میبینیم در بغداد بر صورت نفر اول کتایب و حزب الله رو میزنن، نفر اول اصحاب اهل حق رو میکشن، سید رضی رو میزنن و اون ترورهایی که از بعد 7 اکتبر آغاز شده و به بهانه مقابله با بر صورت هدفگیری 3 سرباز امریکایی در پایگاه اردن. برای همین دنیای غرب داره تلاش میکنه که چتر امنیتی رو برای ایران ایجاد کنه که در این چتر که مثل یک کرم ابریشمی هست که دور خودش داره لانه میپیچه، بعد از اینکه این به حال ریست بزرگ در خاورمیانه انجام شد، یعنی تنها معضل خاورمیانه الان کشور فلسطین هستش که و همونطوری هم که ما روز 7 اکتبر گفتیم کشور فلسطین بعد از انتخابات 2024 امریکا عملا مذاکرات شروع خواهد شد، ولی همین الان به رسمیت میشناسن، ولی مذاکرات میفته برای بعد انتخابات و عملا حماس حذف میشه، حزب الله حذف میشه، حوثی ها حذف میشن و نهایتا به تهران خواهند اومد. منظور ما از تهران حذف کردن عناصر اضافی به واسطه حمایت از تغییر ماهیت در جمهوری ولایت فقیه هست و داریم میبینیم تمام عراق ارکان اصلی جمهوری ولایت فقیه آمدانه کنار رفتن یا حذف شدن. یعنی شما ببینید بدون دلیل سید رضی، فخریزاده، قاسم سلیمانی، افرادی که بر صورت مقداری حس وطن پرستی داشتن و با اون ایدئولوژی دروغین رشد کردن و بزرگ شدن، اونها را حذف میکنن. در حال حاضر یک مجموعی از لومپنهای بی سواد مثل رائفی پور، جبرائیلی، رسایی و حزب پایداری و رأس کارشون هم ابراهیم رئیسی که بلد نیست دو کلام صحبت کنه رأس کار هستن و با اعلام مرگ خامنه ای این با حال بازی وارد فاز جدیدی میشه، حالا یا استعفاش یا اعلام مرگش، و ما باید منتظر اون روز باشیم، چون به همونطور که قبلا هم گفتیم اگر قرار باشه این هژمونی ادامه پیدا میکرد، باید این هژمونی افراد تولید میکرد، قهرمان تولید میکرد، ایدئولوژی تولید میکرد. در حال حاضر جمهوری اسلامی دیگر ایدئولوژی مردم فریب نداره، قهرمان نداره و تمام عواملی که میتوانستن این نظام رو حفظ کنن طی 43 سال به واسطه خودشون، همون اشتباهی که محمد رضا پهلوی انجام داد و اسیر بها خالص سازی شد و نهایتا رسید به تک حزبی و بعد از تک حزبی هم دیدیم که چگونه با الگوریتم هایی که بهش دادن فکر میکرد داره بقای خودش رو تضمین میکنه، ولی در نهایت به واسطه به حال نفوذ امنیتی و اطلاعاتی یواش یواش از واقعیت به دور ماند و چشم باز کرد و دید در ساواک در دربار خودش بهش خیانت شده. به هر صورت جریان حسینی ارشاد و بر صورت حسین نصر رو شریعتی و مطهری رو دیگه اکثرا میدونن و به هر صورت جمهوری اسلامی هم دقیقا همون گونه دارن حذفش میکنن. از سال 96 این بازی شروع شد و با بیرون دادن ویدیوی علی خامنه ای در مجلس خبرگان که باید خونگریست این بازی شروع شد و عملا این هژمونی قدرتی رو که براشون ساخته بودن یواش یواش دارن خرابش میکنن و چیزی به پایان جمهوری اسلامی به این شکل نمانده و برخلاف خیلی ها که به دنبال رهبری بعدی هستن، ما باورمون این هستش که با مرگ علی خامنه ای ولایت فقیه و رهبری هم به تاریخ خواهد پیوست و مجتبی خامنه ای یا هر کسی دیگه، حالا من مجتبی خامنه رو در این بازی ها زیاد جدی نمیگیرم چون به شدت آدم عاقلی هستش و میدونه در اوضاعی که هیچ محبوبیتی نداره دلیل نداره بیاد رهبر بشه. همیشه آدمهایی که عاقل هستن، قدرت دارن و ثروت دارن، گادفادرهای سیاسی هستن و در پشت صحنه بازی خواهند کرد. کسانی که روی صحنه میان یک پاپت بیشتر نیستن. برای این موضوع هستش که تحلیل من اینه که همه چیز به سمت اتمی شدن ایران جلو خواهد رفت و باید منتظر این بازی ها بود و هر صورت
این وقایع تا سال 2030 باید انجام بشه و ریست بزرگ منطقه‌ای شکل بگیره. ولی خب خیلی هم با این تحلیل مخالفن که اگر قرار ایران اتمی بشه، ترکیه و عربستان هم تلاش میکنن که اتمی بشن. ولی خب به واسطه این روابطی که ایجاد شده و این نظم نوینی که باعث شده کشورها به همدیگه محتاج باشن، شاید بتونن اون بازی رو هم کنترل کنن.